آقایان سلام. در این قسمت افتخار میزبانی و همکلامی با جناب دکتر علی احتشامی، مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی رو دارم که لطف کردن در برنامه حاضر شدن. جناب دکتر سلام، خیلی خوش اومدین. خیلی متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز به هر حال ایام دهه فجر رو تبریک عرض میکنم، سال روز پیروزی انقلاب رو، و با گرامی داشته یاد امام راحل در خدمتون هستم. زنده باشین. زنده باشین. به پاسخ سوالات سلامت باشین جناب دکتر. اول از همه ممنونم از شما، از این زحماتی که به خصوص تو یک سال اخیر کشیده تیم شما، و دوست دارم سال اول رو هم اینطور بپرسم، یکم از پیشینه شرکت و حالا اون چارتی که توی شرکت وجود داره برام بفرمایید تا انشالله به مابقی صحبت رو برسیم. بله، خدمتتون که عرض کنم، شرکت خمیرمایه و الکل رازی به عنوان یکی از شرکت‌های گروه توسعه نیشکر هست که این شرکت در منطقه خوزستان، در گستره از شمال و جنوب خوزستان قرار گرفته. خب مستحضر هستیم، 7 واحد تولید شکر هست که سالانه 700 هزار تن شکر رو برای تولیدش در دستور کار داره. علاوه بر اون کارخانجات سر جانبی و پشتیبانی داره که شامل تولید همین خمیرمایه و الکل رازی عنوان مهمترین و سایر صنایع جانبیش مثل MDF، تولید MDF و خوراک دام از زنجیره‌های ارزش گیاه نیشکر هستن. چون این گیاه به هر حال به سبب ماهیتی که داره از همه قسمت‌هاش قابلیت استفاده و بهره‌وری وجود داره. و در نتیجه این صنایع جانبی هم توانستن جایگاه خودشون رو حفظ بکنن و اگر ما شکر رو به عنوان صنعت مادر ببینیم، این صنایع هم به عنوان صنایع جانبی هم در حال فعالیت هستن و هم انشاءالله در حال رشد هستن. درسته. و توانستن به هر حال در منطقه هم ترنوور خوبی رو ایجاد بکنن و گردش مالی خوبی رو ایجاد بکنم که انشالله بتونم در خوزستان در هم در خدمت مردم باشن، هم در خدمت صنایع، و در کل کشور بتونن محصولاتشون رو عرضه بکنن. خیلی عالی. جناب دکتر، وقتی اسم اتانول و الکل تو این صنعت نام برده میشه، همیشه اسم شرکت شما میدرخشه اون بالا. این که میخوام از آمار و ارقامی که ماشاءالله افتخار آفرین کردی برامون بگین. بله. خب خدمتتون که عرضم، شرکت خمیرمایه الکل رازی بزرگترین تولید کننده اتانول طبی یا همون الکل طبی و مخمر نانوایی است. ما خوشبختانه، حالا قبل از اینکه من وارد اون فاز بشم، در حتی شرایط تحریم و مواردی که بود توانستیم یک خط جدید هم به شرکت اضافه کنیم و از گازهای حاصل از تخمیر و به صورت یک پروژه کاملا زیست محیطی این دفعه بیایم و گاز خوراکی CO2 رو با خلوص بسیار بالای استحصال بکنیم. خلوص این گاز بالای 99.96 هست، یعنی با این خلوص داره الحمدلله تولید میشه و عرضه میشه. حالا من اگه برگردم به اتانول، همونجور که مستنظر هستیم، ما به بیش از تقریبا 350 شرکت و در گستره 29 استان کشور در این حدود 11 ماه، یعنی اگر ما حالا هنوز بهمن رو تمام نکردیم، تا دی ماه 99، یعنی از اسفند 98 تا دی ماه 99، بالغ بر 40 میلیون لیتر الکل رو برای این شرکت ها و مطابق ضوابط و دستورالعمل های وزارت بهداشت و سمت توانستیم عرضه بکنیم و الحمدلله این صنایع در بخش های تولید کننده های ضد عفونی، مواد ضد عفونی، هم بیمارستانی هم جنرال، همینایی که تو داروخونه ها هست، شوینده ها، صنایع بهداشتی، آرایشی، خدمتتون که عرض کنم صنایع شیمیایی و صنایع غذایی، اینها صنایع بودن که به عنوان مصرف کنندگان عمده این کالا رو طی این ایام مصرف کردن و
وارد بازار شد و این اتفاقاتی که در بازار حالا همونجور که مستنظرید قیمت ها تعدیل شده، الحمدلله من ناشی از این موضوع میبینم و جهت اطلاعات ما فقط در اسفند ما که ابتدای شیوع بود با همکاری همون وزارت خانه های صنعت و معدن و قضاداری که واقعا جای خسته نباشید کارهای بسیار مهمی انجام دادن تو این زمین ها به خصوص ستاد کرونا و تو همون ایام قربن بالای بر 9 میلیون لیتر الکل رو ما توانستیم توسط همین عرضه بکنیم و در فروردین ماه این عدد به حدود 6 میلیون لیتر رسید و این عددی بود که واقعا اگه میخواستن از خارج کشور وارد کنن حداقل 2-3 ماه طول میکشه، ولی خب به سرعت با چه هزینه گزافی با هزینه گزاف و با حتی کیفیت به نظر من شاید نچندان خوب، ولی الحمدلله این شرایط خوب پیش رفت و خدا رو شکر انجام شد. در بخش خمیر مایه هم باز ما بزرگترین تولید کننده مخمر نانوایی هستیم. این مخمر خب در نام علمی ساکارامایسیس سرویسی است و یک بُعد جهانی داره، ولی خب در کشور مصرف کننده عمده خب نانوایان هستن. ما تقریبا در سال همین ایامی که عرض کردم خدمتون در محدوده 10,000 تن اسمی تولید کردیم، ظرفیت اسمی کارخانه که از این مدار بوده 7,500 تن رو برای صنایع داخل و نانوایان محترم داخل کشور و در حدود 2,500 تن که مازاد مصرف داخل بود توانست به خارج کشور صادر بشه و ارزاوری هم داشته باشه. خیلی عالی. و دکتر این سوال حیف هم میاد نپرسم، الان با خیلی از نیروهای خدماتی و کارمندان شرکت های مختلف صحبت میکنیم، ناراضی انگلایی دارن، شما با کارمندانتون چیکار کردین که همه تعریف و تمجید میکنن از وضعیت شما؟ البته واقعا خب به لحاظ اقتصادی ما شاهد تغییرات عمده بودیم از سال گذشته و ما امیدوار هستیم که بتونیم با هم کسانی که در شرکت مشغول هستن، چه به صورت مستقیم که در محدوده 400 نفر هستن و چه به صورت غیر مستقیم بتونن اون احساس بالاخره کار کردن توی یک محیط صنعتی رو که به هر حال قابلیت ها هم داره و میتونه در سطح کشور به صورت ملی به نظر من مطرح باشه بتونه داشته باشه. تلاشمون برای این بوده که حالا علاوه بر حقوقی که میگیرن بتونیم یه مقداری در بحث سبدهای کالا و اینها تقویت کنیم تا این دوران رو و این گردنهای سخت رو بگذرونیم. بتونیم این کار رو انجام بدیم و چون قسمت عمده هم بالاخره بدنی شرکت کارگری هست و از زحمتکشان خود منطقه حضور دارن، این تلاش رو کردیم. امیدوار هستیم که این رضایتمندی حاصل شده باشه و بتونیم خداوند توان رو بده که همچنان ادامه پیدا بکنه. ایشالله. برای یکی از ویژگی شما اینه که تاکید داریم برای استفاده از نیروهای بومی، درسته؟ دقیقاً. ما در کلا نیروهامون نیروهای بومی هستن و الحمدلله طی این سالها هم با آموزش هایی که دیدن توانستن خب این ارقام نشون بده که توانستن در هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی ظرفیت های کارخونه رو کابره بکنن و تولیدشون رو به حد اکثر مقدار برسونن. ما در سال جاری هم که جهش تولید هست ظرفیت اسمی کارخونه اون 33 میلیون لیتر الکل، ولی بالای 36 میلیون لیتر ما تولید کردیم و برنامه داریم برای سال آینده انشالله هم حفظش کنیم هم ارتقا بدیم انشالله. و یکی از اتفاقات ویژه که واقعا نماد ملی محسوب میشه تو شرکت شما این بحث CO2 گازهای خوراکی و این هاست، این رو برامون تشریح میفرمایید؟ ببینید ما الان گاز CO2 خب یکی از گازهای آلاینده در سطح جهان هست و تقریبا یکی از گازهای گلخانه ایست که مضره. ما تقریبا در سال 1195 به دنبال این بودیم که بتونیم این موضوع رو حل کنیم به نحوی، چون در بخش تخمیر ما تخمیر به هر حال اتانول یه مقدار گاز CO2 تولید میشه و خب این به جو وارد میشه، در نتیجه ما به دنبال این بودیم که حداقل بتونیم این رو گردآوری بکنیم. این جمع‌آوری این گاز و کمپرس شدنش توسط یک خط تولید جدید تقریبا در سال 96 کلید خورد و سال 97 حالا به واسطه بعد از توقفات ناشی از تحریم‌ها یکم
مجبور شدیم قسمت‌هایی رو تغییرات ایجاد بکنیم. ولی در سال 98 تقریبا میشه گفت به تولید آزمایشی رسید، به بازار عرضه شد و خیلی مورد استقبال واقع شد. تو اون ایام بیشتر به شاید حالا هنوز کرونا شروع نشده بود، به کیترینگ ها و حالا شرکت های هواپیمایی منظور هم اینها استفاده میکنن به عنوان تولید یخ خشک برای محصولاتشون و غذا، که بعد خب با توجه به مسائل کرونا کمی متوقف شد تولید. ولی من این نوید رو بدم که حالا گرچه به لحاظ ریالی ارزش بالایی نداره، ولی این طرح به لحاظ زیست محیطی ارزش بسیار بالایی داره و خوشبختانه این گاز تقریبا از حدود یک ماه پیش هم داره صادر میشه، یعنی الان بر نیازهای داخل و به خصوص در سطح خود استان داره صادراتی هم روش انجام میشه که حالا در حد مجموع خودش بتونه یه ارزآوری داشته باشه و ما این رو تلاشمون برای این هست که بتونیم گاز CO2 رو انشاءالله از مجموع خودمون جمع‌آوری و به بیرون بدیم. حالا اینجا فقط من یه توضیح کوچولو بدم، اینه که ببینید برای تولید گاز CO2 معمولا از سوخت استفاده میشه، یعنی سوخت های فسیلی رو میسوزونن، گاز CO2 تولید میکنن میبرن تو صنایع غذایی. خب در نتیجه این خودش اصلا یه مقداری فرایند سینتتیکه، یعنی مصنوعیه ولی یا صنعتیه. ولی این فرایندی که ما داریم علاوه بر اینکه ما گاز رو نمیسوزونیم، گازهای حاصل از تخمیر موجودات زنده اونجا رو داریم جمع میکنیم، یعنی کاملا این گاز ارگانیکه و در نشه در صنایع غذایی من فکر میکنم بتونه استانداردهای بسیار خوبی رو پاس کنه. خیلی عالی. ما به دنبالش هستیم انشاءالله بتونیم استانداردهای جمع شده انشاءالله. و دکتر این وضعیت عجیب و غریب یک سال اخیرمون، یعنی وضعیت زندگی کروناییمون چقدر تاثیرگذار بوده رو تولیدات شما؟ به چه مرحله‌ای رسیده آمار و ارقامش؟ ما خدا رو شکر تولیدمون افزایش پیدا کرده، ولی این ناشی از واقعا همت بالای بچه های ماست که این میثاق رو شاید در همون سال گذشته ما با اینها داشتیم که واقعا همت کنند و حداکثر تولیدات رو داشته باشن، چون سازمان های گیرب و ارگان ها هم خیلی نظارگر ما بودند که ما به عنوان بزرگترین تولید کننده اتانول به خصوص بتونیم همواره در مدار باشیم و کارمون رو انجام بدیم. در نتیجه هم شبانه روزی واقعا همکاران اقدام کردن و همین که به هر حال مجموعه این عرض کردم شرکت توسعه نشکر با تأمین مواد اولیه که همون ملاس نشکر هست و خب بدونید این هم جزء پسماندهای کارخانه شکر هست، اینها رو توانستن واقعا تأمین بکنن با توجه به اون سیلاب دو سال قبل خوزستان که میدونید مزارع داشت، ولی خدا رو شکر ما توانستیم با همت اینها مواد اولیه رو داشته باشیم و با همت کارکنانمون تولید حداکثری رو داشته باشیم و در سه تا محصولمون الحمدلله فعال باشیم. خدا رو شکر. و قطعا دکتر حالا شما عادت نداریم بگیم، ولی من میخوام بپرسم موانع و دغدغه هایی همی وسط بوده، یکم به اونها اشاره میفرمایید؟ خب در شرایط جنگ اقتصادی هستیم، واقعا این رو هممون حس میکنیم و فکر میکنم همه عوامل، چه اونهایی که در هر حال مناسبی هستن چه اونهایی که در زندگی حالت نرمال رو دارن، این رو حس میکنن، ولی منظورم زندگی معمولمون. ولی شاید بیشترین موارد ما خب به بحث نوسانات قیمت بوده که خب این منجر میشه که تامین کننده ها نتونن به موقع تامین کالا بکنن یا خریداران مثل ما نتونن اون انعطاف لازم رو داشته باشن. و خب ولی میگم با توجه به همه جوامه با اون هدفی که بود، یعنی حد اکثر تولید و کاهش بالاخره هزینه ها، از اون سمت عرضه مداوم محصول که به عنوان فکر کنم یک مأموریت برای ما تعریف شده بود و ما نمیتونستیم واقعا نبگیم، اصلا واقعا با وجودی که شرایطمون هم خاص بود و حاد بود نگفتیم این رو و کار رو انجام دادیم. اینها موارد بود که خب تولیدات رو به شدت، یعنی قیمت محصولات رو به شدت افزایش داد و خب متناسبا ما این رو در یک مقاطعی حالا با سرمایه مختلف تونستیم به توافق برسیم و افزایش رو بدیم.
ولی کمبود این کالاها باز یه مقداری مشهود بود در بازار. با وجود این چون ما شرکتی بودیم که میگم مثل یک قطار در حال حرکت هم نمیتونستیم متوقفش کنیم، در که مجبوریم با همه اینا بسازیم، ما هرچی میتونید خلاصه ما رو تعمیل بکن. و نهایتا خدا رو شکر میگم این موارد رو موانع رو داشتیم و توانستیم ولی تولیدمون رو حد اکثری نگه داریم. خدا رو شکر زار باشه. قطعات یدکی یه بزاری همچنان مواردی وجود داره که اونم با تکیه به توان داخلی داریم تلاش خودمون رو میکنیم. البته این مربوط به سال گذشته نیست، از 5-6 سال گذشته خیلی با قدرت شروع کردیم. الان شرایطمون خوبه، یعنی توانستیم قطعاتمون هم در داخل کشور بسازیم و به حمله به لطف الهی الان تقریبا مسائل فنیمون هم تقریبا حل هست. خدا رو شکر. خدا رو شکر. و دکتر بی‌نهایت سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین، در مقابل دوربین ما حاضر شدین. اگر صحبت پایانی هم باشه خوشحال میشیم بشنویم. من تشکر میکنم از شما که به هر حال این رسالت زنده باشین، اطلاع رسانی رو بر عهده دارید و امیدوار هستم که به هر حال هر چه زودتر شاهد از میان رفتن این بیماری آره باشه. انشالله آره. شاید به حالت نرمال برگرده و از همه به هر حال کسانی که تو این ایام به ما کمک کردن، اهم از به هر حال تأمین کنندگان، اهم از به هر حال ذینفعان، کسانی که همکاران خودم در شرکت خیمه‌ی الکل رازی و همه همکارانمون در گروه توسعه نشکر که بالغ بر 20,000 نفر هستن، از همه اینا تشکر میکنم. از مردم شریف ایران هم تشکر میکنم و امیدوار هستم که همواره به هر حال راه موفقیت رو در پیش بگیریم و بتونیم در اون حرکت کنیم. انشاءالله. ما هم از شما ممنونیم، از شما بینندگان عزیز که ما رو در این برنامه همراهی کردین سپاسگزارم. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.